سلام و عرض ادب و احترام. بالاخره وقتش رسیده که بگم خیلی خوش اومدین به یوکاپ، اولین و بزرگترین تورنمنت فوتبالی یوتیوب فارسی که قرار 8 از بهترین یوتیوبرای ایرانی هر کدوم تیم خودشون رو برای مبارزه با هم بچینن و ببینیم که کدوم از یکی از این تیم یوتیوبرا قهرمان فصل اول یوکاپ میشه و 5 میلیون مال خودش میکنه. اما مسابقه به همین آسونیا نیست. یه سری قانونای سختگیرانه واسه این تورنمنت در نظر گرفته شده که کار هر تیمی رو واسه رسیدن به قهرمانی سخت میکنه. یکی از اون قانونها داور سطح یک کشوره که این بازی‌ها رو قضاوت میکنه. اما هر قسمت ما یک مهمان ویژه، یک کارشناس ویدیو کال و یک مجری داریم که الان یکی از اونها، یکی از مثلث‌های اس‌ام‌اس اینجاست و اون کسی نیست جز آقا سمسنو. تشکر میکنم از برادر عزیز و یار قدیمی آقا مهدی پس و سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند. امروز قراره که با همدیگه داشته باشیم قسمت اول یوکاپ، جام حذفی یوتیوبرها رو بریم سراغ قوانینی که قراره کلن تو قسمت اول یک بار بگیم. قسمت های دیگه کلن قرار نیست به قانون ها اشاره ای بشه. بریم سراغ قانون اول. بازی ها به صورت حذفیه و هر تیمی که بازیشو ببازه به صورت مستقیم از رقابت ها خارج میشه. قانون دوم، تیم ها به صورت 8-8 با هم دیگه توی زمین بزرگ بازی میکنن و هر کدوم حد اکثر 2 تا تعویضی دارن. قانون سوم، بازی ها تو 2 تا نیمه 15 دقیقه‌ای برگزار میشه و کلن تیما 30 دقیقه برای گلزنی وقت دارن. قانون چهارم، اگر بازیکنی از داور کارت قرمز بگیره اون بازی رو اخراج میشه، اما اگر تیمش به مرحله بعدی راه پیدا بکنه اون بازیکن میتونه تیمش رو توی اون مرحله همراهی بکنه و محروم نمیشه. قانون پنجم، اگر بازی بدون گل تو 30 دقیقه باشه، یعنی بازی تمام شد تو این 30 دقیقه گلی نداشته باشیم، یه راست میریم به ضربات پنالتی. قانون ششم، تعداد تعویضی‌های هر دو تیم نامحدوده و هر کدومشون میتونن به تعداد دلخواه بازیکن بیارن تو یا بازیکن ببرن بیرون. قانون آخر، اگر تیمی به مرحله بعد صعود کنه میتونه یه یار به تیمش اضافه کنه و کارو برای حریف سخت‌تر کنه. اما میرسیم به قسمت اول، بازی اول مرحله اول یوکاپ، بازی سهیل سلوا و امیر موفق. آقا بازی افتتاحیه است، من کلی انرژی دارم، کلی ذوق دارم و واقعا نمیدونم چی بگم. بازی سختی هم هست نسبتا. سهیل اینجوری که لباسشو پوشیده مثل اینکه سهیل قطعا دروازه‌بانه چون تیمش بنفش میشه. دستبند کاپیتانی هم داره. یه نکته راجع به تیم امیر موفق بگم، یه بلاگر داریم تو تیمش که عکسش روی محمدرضا 17 صفحه هست. نکته ای که هست، من راجع به تیم امیر موفق یه سری اطلاعات دارم که ترکیب رو بخوایم ببینیم بچه‌ها و بینندگان نظرت سورپرایز میشن. به نظرت از این دو تا تیم که بازی افتتاحیه هم هست تو استرس روی هر دو تا تیم زیاده، آقا کی میتونه بیشتر بهتر نتیجه بگیره؟ رو کاغذ امیر موفق چون کانتنت فوتبالی میسازه میتونیم بگیم برنده است، اما سهیل و دلی به عنوان دوست و یارم حس خوبی دارم. یعنی امکان داره شما میگی احتمال اینکه امیر موفق این بازی رو ببره بیشتر رو کاغذ؟ رو کاغذ اینجوریه، ولی فوتبال رو کاغذ نیست. ببین فوتبال تو زمین اتفاق. ولی زمین از اونجایی که سهیل فکر کنم از بچگی بسکتبال بازی میکرده، یعنی کار با توپ با دستش خوبه. بند. راحت به نظرم توی حتی دروازه بزرگم راحت میتونه دروازه بانی بکنه. حالا باید بریم توی بازی ببینیم. مهدی جان، مثل اینکه دارن به من از پشت صحنه میگن بچه‌ها قرار کنفرانس قبل بازی داشته باشن، بریم ببینیم بچه‌ها قراره چی بگن. بعد از کنفرانس قبل بازی قراره مهمون ویژمون رو داشته باشیم. بریم برمیگردیم. سهیل، به نظر چه تیمی ضعیف‌ترین تیم جام و چرا؟ اینجا تیم ضعیف نداریم. تیم ضعیف همه اومدن مدعی قهرمانی، یه لیگ خفن آماده پر انرژی. یا به نظرت از اونجایی که داور بچه اکباتانه و سهیل سلوا تو اکباتان زندگی میکنه، میتونه رو نتیجه تاثیر بذاره داوری یا نه؟ 100% برای بچه‌های اکباتان، برای بچه‌های گنگی هستن، برای بچه‌های جنوب، جنوب غربی، شمال غربی، غرب، برای بچه‌های شرق، خیلی برای بچه‌های اکباتان ما دوست داریم. سنگی و سهیل هم واقعا من خودم خیلی قلبی دوستش دارم، یکی از بیسورهای بی‌نظیر، انرژی بی‌نظیری داره و قطعا میدونم که تیم گنگی میاره و فکر کنم اگه ما بتونیم تیم سهیل رو ببریم خیلی کارمون راحت میشه برای ادامه بازی ها، چون میدونم تیم قوی داره میاره. چیزی که من شنیدم تیم خیلی گنگی داره میاره. بین بقیه تیم ها این خبر پیچیده که چون سهیل سلوا چاقه با یه نفر کمتر بازی میکنن و میشه راحت بردشون. نظرت چیه؟ این بادی شیمینگ بود، من پاسخی نمیدم. برنامه و ترکیبت برای برد تیم سهیل سلوا چیه و کلا میخوای چیکار کنی؟ برنامه خیلی خاصی نداریم برای برنده شدن جلوی
تیم سویسولوا چون اصلا قرار نیست برنده بشیم، قراره بریم توی زمین بزنیم منفجر کنیم برابچه‌های سویسولوا رو. فکر نمی‌کنم حریف ما بشه. فکر می‌کنیم بازی رو چند چند می‌بری و به چه تیمی می‌خوری؟ به چه تیمی می‌خوریم؟ ببین ما اومدیم آماده اینجا هر تیمی بخوره می‌بازیم می‌ریم. تاکتیک ویژه‌ای که تمرین کردین رو بگو واسه این بازی. ببین ما طوری تمرین کردیم که گلر بده به مدافعین، مدافعین بده به هافک، هافک بده به مهاجمین، مهاجمین توپ وارد دروازه کنن و حقیقتش رو بخوای ما تاکتیک خیلی خاصی نداری حاجی، فقط می‌گیم همینطوری بازی کنیم. امیدوارم که بازی خیلی جذابی بشه و بتونیم که خودی نشون بدیم، خودمون رو پروموت کنیم، خودمون رو بتونیم. سخن پایانی اگه دارید؟ سخن پایانی ندارم، مطمئنم که بازی خیلی جذاب میشه. ما صدمون رو میذاریم بدون خیلی این که بخوایم تعارف بکنیم توی دوستی و دوستی ها جای خودش بیرون زمین، ولی داخل زمین ما داریم میایم که صدمون رو بذاریم. به سویل سولبا هشدار میدم که آماده باشه و صدش رو بیاره داخل زمین. سیتون عجب کنفرانسی چه صحبتایی میکنن، داره دیگه جنجالی میشه. من داره خوشم اصلا من نمیتونم چیزی بگم. خب آقا وقتشه که دعوت بکنم از مهمون عزیزمون سلطان دستران جی تی ای و باشماق صورتی آقا شایان جی پی. آقا چاکرم، قربونت برم داداش، خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. غیر فوتبالی ترین آدم اینجاست که نظر فوتبالی بده. شایان جان قربان شما، خیلی غیر آدم های فوتبالی هم بودن که توی این مسابقات تیم دادن، حالا بنده صحبت نمی کنم راجع به تیمشون. چرا؟ نمیدونم. شایان جان نظرت راجع به لباس سوئد چیه؟ من احساس میکنم که نسبت به بقیه یکم عکسش متفاوته. حالا یه ذره زیادی آزاد نیست. این یک نکته ای داره هستم، این رو شما بگو. این نکته رو نباید میگفتیم، ولی ما لباس ها رو رفتیم تهیه کردیم برای مسابقات. مونیریه لباس سوئد تو تنش نمیرم. ما مونیریه لباس ها 2x واسه آدم ورزشکار، اصلا 3x نداریم، به زور 3x پیدا میشه به خدا. 3x منظور شما؟ بله آقا. بعد 2x رو با یه دونه لباس ایکس لارج دیگه، پهلوی این لباس رو اگه نگاه بکنید انگار یه لباس دیگه از جلو بهش اضافه شده. بعد توی نیمه برین ببینیم بازی شروع بشه، لباس انگار دامنه، همینجوری تکون میخوره واسش. این خواستم بگم لباس 6x لارج، امیدوارم سوری ناراحت نشه. بله آقا، آقای شایان جی پی شما نظرت راجع به این بازی چیه؟ تا حالا بازی سهیل رو که فوتبالشو فکر نمیکنم دیده باشی، امیرم همینطور، به نظرت همینجوری که داری نگاه میکنی کدومشون میتونه بازی نیمه اول رو حداقل در بیاره؟ حسی بگم. حسی اونور که اونور سهیل بچه دلپاکیه، حسم بهش خوبه. سهیل به نظرم دروازه بانه، مثلا دروازه بانی سهیل رو دیدم جدی. خب به نظرم میتونه سیوای خوبی تو این آقا بازی خب باشه. خب سیو بکنه داره. آقا ما تیمش رو نمیشناسیم، من نه ترکیبش خبر ندارم، باید ترکیبا قبل بازی که بیاد ترکیبا اومد وایسا، ترکیبا اومد سوهیل سلبا با شماره اینا توی دروازه، ترکیب 3-3-1، سه تا دفاع، سه تا هافبک، یک مهاجم که من توی این ترکیب حسام جان بچه های کانتنت کریتور رو میبینی؟ آره من فکر کنم نصفشون چنلشون بالای 100K باشه، شاید ما ندیدیم، موضوعشون یه چیز دیگه است. تیم سوهیل خیلی یوتیوبری چیده شده و اصلا سوهیل جان ممنونم از شما بابت این تیم، ولی نه جدی مرسی که این تیم زیبا و قوی و قدر رو بر ما داشتی. آقا شما نظرت راجع به این ترکیب و این فرمیشن چیه؟ به نظر سوهیل اگه میرفت جلو بهتر نبود؟ نه بنده خدا با اضافه وزنی که جدیدم پیدا کرده یه ذره سخت میشه، ولی دروازه‌بان قابلیه به نظرم. خب نظرت چی؟ به نظرت ترکیب 3-3-1 توی زمین بزرگ جواب میده اصلا این تک فوروار؟ نه واقعا اون ترکیب چه جوریه؟ این ترکیب رو فکر کنم خود سهیل هم نچیده احساس میکنم. حاجی این چالشی که ما گذاشتیم تو زمین 11-11 داریم 8-8 بازی میکنم، تازه چیز خودش یه پا مجازات دوستان، یعنی کسی بتونه تو این زمین بدوه نصف بازی رو رفته و از شما این ترکیب مورد تاییدت نیست؟ نه فکر کنم این اومده نخوره. یعنی چی؟ گل. آها عالی شد. میریم سراغ ترکیب تیم امیر موفق، ببینیم ما هم دیگه امیر چند 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 چیده. امیر 3-2-2-2 چیده. اوه تیم هجومی. آقا این سه تا دفاع، دو تا هافبک، دو تا مهاجم، آرمان دفیریک هم هست تو تیم امیر. بله آرمان، گفتم سورپرایز تیم امیر آرمان دفیریک شماره 8 و کلا کانتنت کریتور امیر موفق، آرمان دفیریک و محمد رضا هستن. بقیه فکر کنم امیر موفق
بچه‌هایی که میشناخته رو دعوت کرده. مهدی جان بنده بازی آرمین جنتی رو قدیم از نزدیک دیدم، یکی از بازیکن‌های آینده داره که فکر کنم توی این تورنمنت هم بتونه بازی جالبی بیاره. شما فکر کنم اسپانیا رفته بودی بازیشون. بله من 206 اون پشتم ماشینا هستن. امیدوارم که آخه اونجا که پارکینگ، یعنی نادر رفته پارکینگ. ما نادر مثل این که ما قبل از اینکه بیایم اینجا قبل مسابقات یه نکته ای رو بگم، ما داشتیم میرفتیم و متاسفانه بعضی ها پشت ماشین بنده نشستم و ماشین بنده رو راهی پارکینگ کردم، حالا اسمشون هم نمیارم با پدرشون کشیدن. الانم بازی دارن تو استادیومن. خب شایان جان نظرت راجع به این ترکیب چیه؟ به نظر من این تیم تیم وینه. اوه تموم زده یار قدیمی صحبت کرد سوهل جان. شما نظرت راجع به بازی محمد رضا و آرمان دفیلیک و امیر موفق رو تقریبا ویدیوهاشو دیدیم، ما خوبه فوتبالش. بله ایشون خیلی از خانم‌ها. نظرت راجع به محمد رضا و آرمان چیه؟ فوتبالشون اوکیه اوکی نی؟ چون هیچ کس فوتبالشون رو فکر کنم ندیده. آقای دفیلیک هم که چی چوشه خوبه عالی آرمان بی‌نظیره. ببین من جدی دارم میگم اینو بهت، از لحاظ بدنی آرمان خدایی بازیش به فوتبال خیلی میخوره، من اینو جدی دارم میگم. ورزشکار ایشون؟ من نه بسکتبالیست. جدی میفهمم. قدشو ندیدی فکر کنم دوستیه. من بازی یاسین رو هم حتی دیدم از نزدیک. آقا ولمون کن دیگه، تو نمیتونی دونه دونه دیده باشی که. من 8 تا تیمم. امیر موفق اینا رو سبد سبد جدا کرده. خیلی کارش خوب. آقا مثلا اینکه بازیکن‌ها دارن میان توی زمین، ما یواش یواش باید بریم. گلر درست حسابی نیست. همینجا بهتون بگم بازی ایشون هم دیدم. یواش یواش دارن بازیکن‌ها توی زمین میرن، ما باید حواسمون باشه. فقط اینکه حتماً اگر طرفدار تیم سویل و سلبا هستین قلب بنفش رو کامنت کنین، اگر طرفدار امیر هستین و فکر می‌کنین تیم امیر میبره قلب نارنجی رو کامنت کنین. داد برقراره. سهیل جان مثلا اینکه تو گل امیر موفق میریم به ورزشگاه کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام مجدد خدمت همه بینندگان عزیز. اومدیم بالاخره ما بازی افتتاحی اولین بازی از تورنمنت یوکاپ، بزرگترین تورنمنت فوتبالی یوتیوب فارسی در خدمت شما هستیم. تیم سویل سلبا در مقابل تیم امیر موفق قرار گرفته و میخوایم بریم دوباره با همدیگه تاکتیکا رو چک بکنیم. اما توی پخش همکارانم خدمت شما تاکتیکا و بازیکنانی که توی ترکیب هستن رو خدمتتون عرض کردن. اما تئوری اینجا چیکار میکنه؟ آقا باز اما تئوری مگه تو تئوری تو شما دیگه ترکیب نبود؟ ولی اینجا هستش. ممنونم عمو تئوری تعویضیه ولی توی صفحه بازیکن‌ها قرار داره. عمو تئوری آقای میلاد قفاری باید حواسش باشه که بازیکن‌ها که تو تعویضی هستن توی سم قرار نگیرن. اما اشکال نداره، عمو تئوری تاج سر ماست. میریم ما ترکیب دو تیم رو خدمتتون عرض می‌کنم. دوباره ترکیب امیر موفق، ترکیب 3-2-2 که سجاد گودرزی در اون دروازه قرار گرفته، محمد امین، ممرزا کوشکی و یاسین درون خط دفاع و خط هافبک هم امیر موفق و آرمین جنتی و خط مهاجم آرمان دفیلیک و ممرزا بازی میکنن. ممرزا با شماره 2 نشون دهنده اعتماد امیر موفق و ممرزا و آرمان دفیلیکی که به نظر میاد که بتونن کارو خیلی خوب در بیارن. آقای موسوی عزیز داور سطح یک کشور میخواد سوتو به صدا در بیاره. با سوت ایشون بازی اول شروع خواهد شد. بعدش میریم با هم دیگه ترکیب سهیل هم میبینیم، ببینیم که سهیل چیکار کرده در این تورنمنت و بازی اول. داور سوت رو به صدا در میاره، بازی شروع میشه بالاخره از همین الان. میریم سراغ ترکیب سهیل سلبا. ترکیب سهیل سلبا ترکیب 3-3-1 با این فرمیشن بازی میکنه. ترکیب خود سهیل با شماره 9 درون دروازه به عنوان کاپیتان قرار گرفته و درون خط دفاع آقای سلطانی، فلاحی و اللهیاری بازی میکنن و درون خط هافبک آقای لطفی، سریا و باقستانی و یک تک مهاجم دارن به اسم آقای فرج اللهی شماره 7. بازی آرام داره شروع میشه. یک مقدار توی دفاع تیم امیر موفق داره خودش رو گول میزنه. خیلی دروازه‌بانشون آقای گودرزی داره ملو بدون استرس بازی میکنه با آرامش خیلی زیاد. یک سانت پشت مدافع این دفاع در میاره اونجا شماره 3. چقدر این مشهر داره خوب بازی میکنه. اونجا مبرز دیگه شو بدنه یارو میذاره. آرمان دفیلیک داره همه رو میزنه. شماره 3 تیم سهیل سلبا آقای سلطانی مثل اینکه کل تیم سهیل بر پایه این بازیکن چیده شده. شماره 7 بازی رو داره آغاز میکنه. شماره 1 به سمت جناح راست میبره. تیم امیر موفق کشیده عقب.
تیم سوئیل سولبا فعلا میدون دار بوده و داره زد حمله‌های بیشتری میزنه، تک نفره میخواد بره توی عمق دفاع، شماره 10 توپشو به راحتی میگیره امیر موفق. مدیر یک تکل زیبا شماره 7 اگر اشتباه نکنم فرج اللهی بود که به عنوان مهاجم بازی میکنه، بعد شماره 10 به سمت راست بعد ببره ارسال، بعد دوگان کسی داخل نیستش، ارسال انجام میشه نمیرسه اونجا، کوشکی توپ رو میباره، توپ میرسه به آقای گودرزی دروازه‌بان زیبا و خوش سیرت این بازی یاسین که من رو یاد رامین رضاییان میندازه با کفش های قرمزش، داره میره واسه ارسال، رامین رضاییان هم پست دفاعی راست بازی میکنه، میره اونجا مرزای 10 ارسالش چولیز رو در میاره. این مشهر بسکتبالیست بوده و میتونه که تو پارو با اون دستای بزرگش راحت در بیاره. محمد رضا کوشکی داره کار رو آرام طی میکنه، واقعا شهر عجیبیه، محمد رضا کوشکی شماره 10 رو برتن کرده دفاع داره بازی میکنه، محمد رضا 17 شماره 2 داره مهاجم بازی میکنه، واقعا عجیبه. یک ارسال پشت مدافع این بازی آرمین جنتی شماره 7 تیم امیر موفق با وسط میاره جا میذاره اونجا، یک پاس تو عمق در میاره با آرامش کامل. اینجا شمارهش 8 چرا توی ترکیب، پس ما شماره 9 رو برتنش داشتیم. بازی بسیار آرام داره انجام میشه، پاس های بی دقت و بدون مقصد، یاسین دفاعی راست بازی میکنه، چرا داره چپ الان بازی، یاسین همه کاره تیم امیر موفق میزنه که ما تا الان توپی رو دست امیر موفق ندیدیم. اونجا آرمین جنتی چه تکلی میزنه اونجا ناموفق، خود امیر موفق بود شوتشو بزنه اونجا پاس میده، محمد رضا کوشکی اگه اشتباه نکنم، محمد رضا کیه اسم یا کوشکی یادم رفت، نشون دوباره به خود کوشکی از دفاعی وسط اومده اونجا یک شوت میزنه اونجا تو برمیگرده، کوشکی اونجا داره همه رو میزنه، فکر کنم قبلا کشتی هم کار میکرد، یک پاس بی دقت میرسه اونجا تسته شماره 3 تیم سویلینا به سمت چپ میارن شماره 8 و توی عمق حرکت بکنه، آها باری کلا پاس اشتباهی خدا، یاسین اونجا همه کار اداره تیم رو به جلو هدایت میکنه، یک ای 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 ممرزا 17 اونجا حواس یاسین رو پرت کرد، سوهل یه شوت میکنه اونجا به به سوهل با دست ما با چقدر داره خوب بازی میکنه، شماره 1 باز رسونه به چپ باری کلا شماره 8 از تیم سوهل نمیدونم اسمش چیه، آقای باقستانی میره واسه ارسال کردن از جنون چپ میتونه ارسال بکنه در میاره، حواسش هست استارت میزنه جلو استارت میزنه عقب، کوچیک همه جا هست، یاسین دوباره توپ رو گرفته، چقدر داره توپ به یاسین و آقای کوشکی میرسه، خود امیر رو من نمیبینم. یک فکتی هم دارم راجع به امیر موفق بگم، امیر موفق تنها امیریه که 206 سفید داره، این داستان نگه توی اینستاگرام میگن امیرها پشت 206 میشینن، خود امیر موفق ها دارن میگن، اگر شماره امیر موفق خواستین توی کامنت بنویسین شماره امیر موفق، من اولش دارم بهتون میگم 0928 اولشه، بقیه‌اش توی کامنت ها هر کی خواست بگه من شماره‌اش رو بهتون میدم، از اینا چپ یک ارسال میشه روی تیر دوم گل امیر موفق، میتونه اونجا شوت بکنه، نه کورنر رو میگیره از تیم سایه سوال، امیر موفق یک استایل زیبایی داره واقعا، ما یک استایل کلاس جهانی بازی میلاد قفاری زحمت کش هم توی تصویر دیدیم، چقدر شما حواست به همه چیز، یک ارسال بلند ارسال میشه روی تیر اول سوئیل در میاره، آرمین جنتی میره به سمت راست خودش شوت میکنه و توپ از بالای دروازه به بیرون میره، چقدر لباس سوئیل با تنش نشسته، واقعا این لباس مخصوص خود سوئیل تر میشه. یک فکتی هم هست که نمیدونم تو استودیو گفتیم یا نه راجع به لباس سوئیل، چه استو بمون اینجا راجع به لباس سوئیل فکت های بسیار زیادی هستش که من تا صبح میتونم واسهتون تفسیر کنم و بهتون بگم راجع به این لباس، اما تئوریو داریم توی کنار زمین میبینیم، شماره 8 میره واسه شوت کردن اونجا شوتش رو میزنه مثلا در روزه امیر موفق که خیلی فاصله داره حتی توپ به اوت هم نمیره، سجاد توپو میره اونجا شماره 7 آقای فرج اللهی اگه شما نکنم جلوی شوت سجاد رو میخواد بگیره ببینید که بلند شروع میکنه یا نه، یک دوباره سوت میزنه، بله داور خطای تیم گولر امیر موفق میگیره، مثل اینکه یک مقدار از خط دروازه بیرون اومد، فکر کنم خطای هند تیم گولر امیر موفق آقای گودرزی گرفته شد، بله همین اول کار که 10 دقیقه هم نگذشته یک کاشته مفت اومد دونه واسه تیم سوژه سوبا گرفته میشه، باید از این مرتد استفاده بکنه، ببینیم که چه کسی پشت این کاشته قرار میگیره، آقای سریا میره اونجا شماره 1 توپ رو میکاره، آقای موسوی عزیز داور سطح یک کشور چند قدم واسه این کاشته در نظر گرفته، بله بکنم یه 7 قدمی، امیر موفق هم داره اعتراض میکنه، امیر موفق چی میگه امیر بازی اوله، آقای سوریا پشت تو قرار گرفته خود شماره 1، من نمیدونم شماره 1 رو بعد سوال میگوچی چرا بعد یک بازی کن هافبک بعد حتی شماره 1 رو میگوچی، از عجایب این تورنمنت، آقای موسوی با خط
دیوار دفاعی صحبت میکنه امیر موفق اونجا هست، ببینید که مستقیم میزنن یا پاس میدن. خود آقای سوریا مثلا اینکه میخواد بزنه شما به سمش تو قرقه، خود سوریا میزنه. کجا زد سوریا؟ سوریا کجا زد؟ پاس دادی یا شوت کردی سوریا؟ بله خطا اونجا گرفته میشه. من فکر کنم آقای سوریا یک مثل یک کارت اپیک توی ای فوتبال میمونه که کاندیشنش روی زده. ایشالا که توی نیمه دوم کاندیشن آقای سوریا بره روی ای و 5-6 تا گل بزن. بله این بار شماره 3 تیم سوید سول با آقای سلطانی میره واسه یه زنن کاشته. ببینیم که اگر بتونه این کاشته رو آقای سلطانی عزیز روی تیر دوم ارسال بکنه احتمال گل زدن بسیار زیاده. آقای موسوی سوت رو به صدا در میاره، ارسال میکنه روی تیر دوم، کسی نیست بنام تو با در میارم بازیکن تیم امیر موفق. همچنان فرصت هست از جناح راست شماره 1 توپش اونجا میگیره. آقای کوشکی چی کار داره میکنه؟ آقای کوشکی یک تکنیک خطا کرد. آقای فرج اللهی بدون خطا میبرم به سمت راست، یک ارسال میتونه کارو خطرناک بکنه واسه تیم امیر موفق. ببینیم بلند ارسال میکنه یا نه. نه امیر موفق اونجا حواسش هست و توپ رو در میاره. اونجا آرمین جنتی با دست چوب بالا برده میگه امیر موفق پاس بده، من امیر موفق نگاه نمیکنه اصلا. کوشکی، آرمین جنتی و خود امیر موفق، این سه تا عنصرهایی هستن که میتونن به تیم حریف زدن میزنن. یک گریم دو طرفه اونجا شماره 6 تکلو میزنه، نمیذاره آرمین بره. شماره 6 که اسمشو یادم رفتش، آقای فلاحی. دوباره خود کوشکی با چشم هم زدیم کوشکی داریم همه جای زمین میبینیم. این هم بهتون میگم اگر طرفدار تیم سهیل صلبه هستین قلب بنفش رو کامنت کنین، و اگر طرفدار تیم امیر موفق هستین قلب نارنجی. اونجا محمد رضا 17 یک سری بلا قشنگ، یه نفر جا گذاشت، دو نفر جا میذاره محمد رضا به سمت راست میبره آمین جنتی، سیف گل میتونه بشه یا نه؟ سوهیل دبل سیف میکنه در این ناباوری. چی کار داره میکنه سوهیل؟ نویر هم نمیتونست این توپ رو در بیاره، روی خط دروازه توپ رو مهار کرد. شماره 1 اگر اشتباه نکنم شماره 7 بود فرج اللهی، یک پاس بی‌دقت و اونجا بودرزی در میاره. بودرزی داره اونجا میاد جلو داره چیکار میکنه؟ بودرزی بازی بود خیلی زیاد داره، یاسین داره اونجا میگه پاس بده. اگر تیم امیر موفق رو دوست دارین قلب نارنجی یادتون نره، سول سول بانک یا قلب ملفش دیگه همه میدونن. میرم واسه ارسال، هنوز کسی اولین گل رو نزده، بسن به تیر دوم میارن. آرمان فریک میتونه اونجا چیتو بزنه، آرمان در میاد. یک نکته هم راجب آرمان فریک بهتون میگم، آرمان فریک خیلی راجب بازیش تو استودیو هم ما بحث کردیم و هنوز هم من اعتقاد دارم که آرمان و محمد رضا هیبنه واقعا خوب میتونن بازی بکنن. از جناح راست امیر موفق میتونه دفاع بکنه یا نه؟ نفس هم گرفت از دست این تیم سوهیل سال و برین شوت کنه. آرمان فریک داشتم بهتون میگفتم، آرمان من اعتقاد دارم که فوتبالش واقعا خوبه، از قبل هم توی استودیو به بچه‌ها گفتم. آرمان نه انقدر هیکل ورزشی و گونه ای داره که نتونه بوده، انقدر هم چی میگن ظریف نیست که سرعت خوبی نداشته باشه، بس یک بازیکن هم شوتزنیه هم بازیکن چابکی. آقای کوشکی اونجا پاس میده آفساید، واسه اینکه داور گرفته یا نه؟ بعد آفساید آرمین جنتی گرفته میشه. کوشکی چرا هم جلو از هم عقب؟ من نمیدونم این چجوری داره باز. آرمان فریک رو توی صحنه میبینیم که یک مقدار اعتراض داره، مثل اینکه به سوت داور و اعتراض داره به نسبت به اینکه فکر کنم آفساید نبوده. فرج اللهی شماره 7 از مهاجمی مثل اینکه در اومده اومده توی خط هافک تیم رو داره کمک میکنه، مثل اینکه میخواد توپ رو سریعتر به جلو برسونه. اون جلو خیلی بهش توپ نمیرسه، اکثر تیم سویل سولبا توی یک سوم دفاعی خودشون قرار دارن، این یک مقدار کارشون رو سخت میکنه واسه یه گل زدن به تیم امیر موفق. ترکیب سویل از اونجایی که 3-3-1 هست یک مقدار تک فوروارد کلا توی فوتبال سخت میتونه گل بزنه، مگر اینکه هافک های گوشه اضافه بشن و بتونن کمکش بکنن. یک ارسال پشت مدافع اونجا، نه بی دقت و سوهیل دوباره توپو در میاره. باری کلا کار با توپا خوب بلده، متواضع است. ترکیب تیم امیر موفق برخلاف تیم سوهیل سه تا دفاع داره، دو تا هافبک و دو تا مهاجم، که دو تا مهاجم خیلی کارشونو همینطور که داریم میبینیم راحت تر کرده توی شوت کردن به تیم حریف، اما همچنان دو تا تیم 0-0 هم میرن واسه زده حمله در میاره یا نه؟ امیر موفق اونجا داره دفاع میکنه، یک مقدار یاسین هول میشه و یک کورنر میده به تیم سول سول با. ببینم اینجا توی تیم دو تیم کدومشون اوتساید کلر دارن، میتونن با بیرون پاسان بکنن. یک ارسال بیرون محوطه اونجا میتونه یک ضربه چکشو بزنه، چون برای هچ یه دیری بزنه ممرزا
شوت کم جون که بود از این راحت درون دستان زیبایش میگیرد. پاس رو میرسونه به خود امیر موفق، اگر اشتباه نکنم سی سبیر موفق اینجوریه که همین الان انگار از پاتختی اومده، همین الان کت جلوه رو کنده اومده داره بازی میکنه. امیر جان دارم شوخی میکنم، واقعا یک سبک زیدنی داری بازی میکنه، شما رو پنج هم برتر کنی. آرمین جان ناتی بزنه جلوتر میسه خوشگی بخواد اونجا بسنی که ناتی بگیره ارسال بکنه روی تیر دو گم جان ناتی در رو بازی رو بوله امیر آرمین جان ناتی شماره هم سوهی سوهی یک مردیز عقب میافته. امیر موفق اولین گل رو دقیقه 16 بازی میزن. من دقایق را کامل نمیدونم، یک پیچ امیر موفق جلو افتاده، گفتم این ترکیب امیر موفق هایش رو واسه گلزن را آسون تر کرده. دو مهاجه سوهیل باید تیر رو به جلو ببره آروم آروم. همین اول کار سوهیل و تیمش توی خط دفاع یک مقدار این آمید چونان نباید امیدتون را دست بدم، همچنان هنوز یک گل خوردین چیزی نیستش. تموم شد دو نیمه تموم شد. امیدتون باید چی اومد ازد دور همراه همکار من توی پخش خدمت شما هستیم. بریم بین دو نیمه و برگردیم به نیمه دو. عجب بازی نفسگیری بود. سهیل چه سیوایی کرد، اصلا انتظارشو نداشتم، با اون دامنش بالا پایین میشه اصلا دیوونه شده بودم. بعد آرمین جنتی هم که قبل بازی بهتون گفتم دیدی گل زد، حالا بگو آقا سمسنو بده. شایان جان دیدی بازی یا نه؟ بازی فعلا یکیچه دیگه. بله بازی یکیچه. تیم سهیل یه نکته‌ای که داشت من دیدم تموم کنندگی قوی ندارن، میرن خب نظرت شایان راجع به نیمه اول چیه؟ به نظرت کی بهتر بازی کرد؟ والا تیم موفق خیلی قوی تر بود، یعنی تیم امیر موفق موفق بود، اصلا موفق بود، اصلا امیر موفق جون موفقه. نداشتن تیم سهیل، اصلا نوک جون نداشت، درست تو چارچوب نبود. به نظر شما میشینن تیم سهیل؟ فقط سهیل نشسته. نه ببین کلاً فقط بازی میشه. دبل سیو سهیل چقدر قشنگ بود، خیلی خوب. آقا الان شایان جان شما نسبت بازی که از تیم سهیل دیدی که نوک اصلا نمیتونستن شوت مثلا خوب انجام بدن، به نظرت کدوم یکی از این بازیکنایی که داشتن مثلا نوکشون افکشون میتونه تو نیمه دوم بهتر شوت بزنه؟ نوکشون هافبکشون سهیل. سهیل که گله، میدونم از اونجا شوت کنه بره تو. واقعا استعداد سهیل توی موضوع زیاده. سهیل شوت قدرتی سرعتی، اتفاقا به نظر من خود سهیل میتونه کارو در بیاره فقط. واقعا همینطور بود. بچه‌های بک استیج بریم که استاتس رو داشته باشیم. خب استاتس رو اسام جان بگو به ما. آقا پوزیشن مالکیت تیم امیر موفق 58% بوده، سهیل 42%. 5 تا شوت تیم امیر موفق، 3 تا تیم سهیل که هیچ کدومش توی چارچوب نبود، یعنی همه تاش تو چارچوب بوده. و آفساید یه دونه تیم امیر موفق، کورنر جفتشون یه دونه، ضربه ایستگاهی تیم سهیل 2 تا داشت که از هیچ کدوم استفاده نکرد. تیم امیر موفق 65 پاس، تیم سهیل 53. ساکسسفول پاسشون، پاس موفقشون، پاسایی که رسیده به مقصد 57-44. سانترا 4-1 امیر موفق نسبت به سهیل. و تکلم در کل روی هم 5 تا داشتیم و سهیل باورتون میشه 5 تا سیو داشت. این پسر تو زندگیش تا حالا 5 تا سیو نداشته، تیم امیر موفق ولی تو این بازی تونسته. من دست تو رو سهیل جان ببینم. ببین الان یه نکته ای هستش، ضعف تیم مشخص شد دیگه. الان سانترها رو ببینی، اصلا توی نیمه اول 4 تا سانت کردن توی 15 دقیقه، یعنی بیشتر داره امیر موفق از سمت جناحی میره. من احساس من میکنم. تشکر میکنم از برادرامون توی پشت صحنه که این آمار رو برای ما آماده کردن و زحمت کشیدن. مثل این که آقا نه وایسا یه لحظه، شایان الان به یه نکته اشاره کرد، نیوز به نظرت ضعف رو چی بود؟ ببینید ضعف دقیقا همین جاییه که سیوا زیاده ولی حمله کمه. آه یعنی عمر هیچی سیو نداره اینقدر نزدن تو چارچوب برست. نبوده ضربه ایستگاهی نبود، پاس دادن. آقا شایان جان ممنون از شما. مثل اینکه باید بریم لایو صحنه از رخکن داریم، تیم اومده تو رخکن، بعد از اون تماس تصویری داریم، برمیگردیم پیشتون. پیش بینی کنید قراره با کی روبرو بشیم. باش بابا بری الان اون بر اون بری بکنیم
اونم بازی به نظرم که بچه ها کار در رو بردن دمشون گرم. من صحبت هم اینه اینجا جای دیریب کردن نیست. نیست. نه نه آقا جون من برم ببره. من چرا بهت گفتم آقا این توپ توپ بردن نیست توپ دیریب زدن توپ اینقدر توپ همه بردن چرا به من دارید میگید؟ پیام هم سه تا بردن. اینقدر برد هم خودش برد هم یارو. دیریب نکن دیریب هم ببینم. من بردم که یکی رو ببینم پاس بدم. تو میگی چرا بردی؟ آقا دیریب به تک به تک نمیگم نکن. خوبه اولتو بنده شایان بره شایان صحبت داره گفتم شوت بزن تا وقتی دو نفر جلوم خالیه داداش من دارم میبینم اگه توی شوت بزنی الان یکی جو من واقعا خسته شدم من یک ثانیه قبل از سوت مادم جان میدهیم و واقعا بوریم جان نمیدهیم طرف رو ببینم تو موقعیت رو بجون همه رو بجونیم تو لو بره باختی آقا بیا من بازوبندم نیبندم نه آقا ببند آقا ببند اول گفتم بازوبند نمیبرم داداش توپ موز آره دو نقطه من اول گفتم بخوری خوب آقا اینو بزنید آقا برنامه اینه میریم تو میبریم یا میریم 1 2 3 عجب صحنه‌ای بود تو رختکن سهیل من نمیدونم تو رختکن امیر موفق چیکار می‌کنه منم اطلاع ندارم سهیل کلا منطقی تو زندگیش تصمیم نمیگیره اینجا هم تو رختکن تیم حریف آقا میریم با هم دیگه مهمون ویدیو کالمون علی زلزله پشت خط علی جان چطوری خب سلام میکنم به آقا مهدی گل آقا حسام گل و آقا شایان گل و همه بینندگان عزیز در خدمتی ببینید خب علی جان نظرت راجع به هر دو تیم چیه با بازی که دیدی سهیل میتونه کامبک بزنه والا سوهل جان شما بیشتر باید به دفاعت کار بکنیم خودش سوهل با اینکه اضافه وزنش به خاطر تمرینات بدنسازی که داره کاملا مشهوده که برگشته قبلا حالا تصاویرش اگه دوستان لطف بکنن سوهل قبلا سیکس پک و اینا داشتش و خیلی فرم بدنش عالی بود ولی به خاطر مسئولیتی که داشتش دیگه نتونست اون فرم بدنی قبلش رو به دست بیاره ولی با این فرم بدنش به نظر من خیلی خوب کار کرد ولی مشکل اصلی تیمش توی دفاعشه که دفاعش خیلی راحت میذاره که مهاجمای حریف شوت بزنن و نباید این میتونه کامبک بزنه به نظرت یا نه؟ سخته بخاطر که مهاجمای فرصت طلبی نداره تیمی سوهی من سخت میدونم میشه فوتبال بازی که نمیشه پیش میری کرد خیلی سخته واسه کامبک زنن علی جان درود امیدوارم حالت خوب باشه آقا جان سلام داریم عزیز منی شما با این بازی که از ممرزا و عموتوری و آرمان دفیریک دیدی انتظار داشتی اینقدر خوب بازی بکنن یا خیر؟ انصافا نه من آرمان دفیریک رو توقع نداشتم اون انفجاری هایی که داشته باشم به قول معروف چیزی که ازش دیدم واقعا انتظار داشتم چون بازیش هم تاله نهیده بودم و من رو سورپرایز کرد آرمان خب علی اگر تو مربی تیم سهیل و امیر موفق بودی توی رختکن چی رو عوض میکردی که فکر میکنی بازی رو تغییر میده؟ من کاری که میکردم دو تا هافبک دفاعی رو میذاشتم جلوی دفاعی تیم سهیل که یکم نزد بده به سیستم دفاعی برای تیم امیرم بگم آره امیرم بگو امیر تیمش همینجوریش خوب بازی میکرد ولی به نظرم یه هافبک طراح که بتونه پاسار خوب به مهاجم آرسو چون مهاجماشون خیلی خوب بودن یه هافبک طراح به اون تیم اضافه بشه واقعا تو حمله خیلی قوی میتونه باشه دفاع هم اوکی بودن ولی خب با یه هافبک میتونن حمله رو خیلی قوی تر هم بکنن خب نظرت پس اینه که بازی دوم باز امیر میبره آره؟ نظر من اینه با توجه به چیزی که دیدم فکر کنم امیر بتونه راحت ببره البته اگر اتفاقات فوتبالی اتفاق نیفته علی جان دمت گرم ممنونم از اینکه بودی و حضور داشتی ما میریم که ادامه بازی رو داشته باشی علی جان ممنون از شما مرسی ممنون لطف کردین ممنونم که من توی برنامه داشتم قربونت برم تاج سری داداش فعلا ازت خداحافظی میکنی خب مثل اینکه ارتباطمون با ورزشگاه اوکی شده و قراره بریم نیمه دومو ببینیم بریم با گزارش یار و همراه قدیمی من حاج مهدی پی اس بازی رو داشته باشیم سلام و وقت بخیر مجدد خدمت شما بینندگان عزیز هستیم همچنان با شما با نیمه دوم این بازی همونطوری مثل اینکه اومده داخل آرمان فریک تعویض تیم امیر موفق بود آرمان روی نیمکت کار رو دنبال میکنه فعلا و عموتوری جاش رو گرفته توی ترکیب باری کلا ماشاءالله به این هیکل عموتوری زیبا
آقای کوچکی از همون جا میخواد شوتو بزنه، نه فریب میده من رو، من رو هم فریب داد. امیر موفق یک پاس اشتباه میده اونجا، شماره 3 دور بعد برسونم به سویل سولبا، بازی رو باز میکنم به سمت جلوتر و از سویل سولبا توی رخکن نکاتی رو بچه‌هاشون روشتی ادا باشه که بتونن بیشتر ز دمله بزنن. امیر موفق من احساس میکنم که خیلی روی کوشکی حساب باز کرده، کوشکی همه جای زمین هست. آرمان جنتی این بازیکن زیبا رو، امیر موفق همچنان داره به عنوان هم دفاع کار میکنه هم مهاجم. چقدر تو داری فعالیت میکنه توی زمین امیر جان، باید قدر تیم تو بدونی که انقدر هم به جای تو گل میزنن، یعنی تو یک گل زنن به سمت راست میرسونن. ممرزا همچنان داخل از مود که ازا فکر نمیکرده مگم ممرزا خوب بازی بکنه، ارسال میکنه خود امیر موفق به سمت ممرزا، ارسال های ناموفق امیر موفق خود شده. کجا داری میری ممرزا؟ من از اینجا فهمیدم سوال مثل اینکه اونجا داره زیر لب یه سری نکاتی رو اشاره میکنه به تیم که اینجا من خوب نیستش که ترجمه بکنم و لبخونی کنم بزنچون یه نکاتیه که اونجا میزه که بازوبند کابیتونی من دیدم میزه یه دقیقه من دیدم میزه که بازوبند کابیتونی دست عموتوری شماره 9 بود اگه اشتباه نکنم، نمیدونم درست دیدم یا نه، اگه درست دیدم حتما توی کامنت بگید میزه نمیرسه میزه دمله فرج اللهی شماره 7 شوتو میزنه از کنار دروازه با فاصله بودرزی هم یه شورجه میره که بگه من آمدم بودرزی جان بلنش بودرزی بلنش همچنان تیم سوئیل سولبا انرژی رو مثل اینکه داره ذخیره میکنه واسه اینکه دقیقه آخر بازی کامبک بزنه، اینجور به نظر میاد. باید ببینیم که چیکار میخواد بکنه، مثل رئال مادرید کار رو در بیاره مقابل من سیتی، یعنی من امیر موفق من سیتیه نمیدونم خودم. باید ببینیم که تاکتیک تیم سوئیل سولبا چیه. آرمین جنتی میره به سمت وسط‌تر داره همه رو دری میکنه، داره میره جلو آرمین رو میزنه اونجا برو داور اونجا میگیره خطایی به شدت بدی بود، آرمی روی زمین زانوی چپش رو گرفته، داور همچنان کارتی نمیده به بازیکنهای حریف. فکر کنم شماره 1 بود که آرمین جنتی اونجا زد، حالش مثل اینکه فعلا خوبه و داور هم از این صحنه با آسونی رد میشه و به هیچ بازیکنی هیچ کارتی نمیده. فضای خوبی هست که واسه یه زدن ضربه ایستگاهی از اینجا فکر کنم آرمین جنتی و خود کوشکی بتونن ضربه های خوبی بزنن. بله خود کوشکی هم اتفاقا پشت توپ قرار میگیره، آرمین جنتی هم کنارش هست، بعید میدونم که آرمین ضربه رو بزنه، باید ببینیم که این ضربه رو مستقیم میزنن یا اینکه میخوان ارسال بکنن. ممرزا فرار میکنه اونجا کوشکی ضربه رو مستقیم میزنه سویل در میاره، بارکل قارون لباست برم که هر بار میپری میره بالا. سویل سویل با بازوبند کابیتانی شماره 8 بار ترک کرده، سویل جان خودت باید بیای جلو کارو در بیاری. شماره 3 تیم سوئیل میگه که برین جلو، یک ارسال پشت مدافعین ببینیم که میرسه به شماره 7 چون یا نه فرج اللهی دوباره رفته نوک. ممرزا 17 دوباره امیر موفق یک سری بزنیم با ممرزا 17 داره چیکار میکنه، اما توری خطرناک میتونه باشه دو به سمت راست میده کورنر نشده هنوز فرزن هستش، اما توری به سمت داخل محوطه جریمه میاد خطرناک میتونه باشه شماره 8 امور رو میزنه. وضعیت یک مقدار خطرناک داره پیش میره و همون تئوری مثل اینکه روی زمین افتاده، باید ببینیم که حالش چجوریه، باید ببینیم که میتونه به بازی ادامه بده یا نه. آقای باغستانی بودش که همون تئوری رو زد، همچنان داور نیاز به داور مثل اینکه میگه اسپری رو بیار به داور کنار خط، یک مقدار نگران همون تئوری شدیم یه ذره، مثل اینکه حالش واقعا بده. سهیل هم رفته بالا سرش، همه بازیکن‌ها رفتن بالای سرش، باید یه آب بگیرم بدم به این بنده خدا. بله از اون گوشه مثل اینکه یکی میخواد یه چیزی بده به عمو تئوری، امیدوارم دوپینگ نباشه. بله مثل اینکه واقعا حال عمو تئوری جدای شوخی کلا حال عمو مثل اینکه بده، همه الان نگرانشن، زانوی چپش هم هست مثل اینکه گرفته، بعد ببینیم که وضعیت عمو چجوری میشه کل ادامه تورنمنت رو، یعنی با این حالی که داره از دست میده یا اینکه فعلا فقط با یه اسپری خدا کنه که همه چیز حل بشه و بتونه که به بازی ادامه بده. بله من درست گفتم آقا، عمو تئوری بازوبند کابیتانی، یعنی اینقدر امیر موفق چقدر تو از خود گذشته، بازوبند کابیتانی رو داده عمو تئوری بگیره داشت مصدوم شد. سجاد گودرزی که داره دست گم میده اصلا خیالش راحته که به دروازه‌اش حمله هم نمیشه.
اما تئوری همچنان بلند نشده، یک مقدار بیشتر نگرانشم که نتونه بازی رو ادامه بده. اه سهیل کلن از زمین میبرش بیرون و بعد مثل اینکه کلن دیگه نمیتونه اما تئوری به بازی ادامه بده. بعد ببینیم که وضعیت زانوی چپش به چه شکله، که یکی مقدار مثل اینکه همکاران هم توی استودیو هم حسام نگرانه هم مهمونی که آوردیم. باید ببینیم که امیدواریم فقط واسه عمو مشکل حادی به وجود نیامده باشه. دوباره میرم واسه زده حمله از جناح چپ، شماره 6 ارسال میکنم اونجا، سهیل در میاره اما تئوری همچنان کنار زمین افتاده. ای کاش یکی بیاد کمکش بکنه اونجا. کم کم داریم به دقایق کوشکی، از اونجا یک شوت در میاره اونجا سوهیل، ریوانش گل میشه یا نه خیر، میرسون آرمان فیرک جلو، جنتی شوت دارن از تمام وجود دفاع میکنن. بارکلا تیم سوهیل، همین دفاع رو باید داشته باشین و زده حمله بزنین. کوشکی چرا همه جا هست؟ کوشکی دوباره اونجا یک یه پا میزنه اونجا، کوشکی رو میزنن. بله دوباره موسوی خطا میگیره. آقای موسوی عزیز همچنان اعتقادی به دادن کارت به بازیکن های تیم بنفش نداره. فاصله این بار نزدیکتره، فاصله ای زدن ضربه کاشته به دروازه تیم حریف. آرمان تئوری داره با شماره 6 صحبت میکنه، این بار آرمین جنتی بازیشون قرار گرفت. آیه دودرزی هم اونجا میبینیم که قشنگ اومده جلو، آرمین دوباره ضربه شو میزنه مستقیم، محمد رضا 17 توپ رو بالا میاره اونجا، همچنان فرصت هستش واسه که تیم امیر موفق سوید سلبا توپ رو در میاره. بله یک خطا گرفته شد واسه تیم سهیل، خطای محمد رضا گرفته شد، توپ رو جناح چپ میبرن تیم سهیل. بعد دیگه بره واسه زده حمله زدن. رسیدیم به وسط های دقایق نیمه دوم، جواد خیابانی هست، خودتون گرفتین چی میگم، منظورم اینه که رسیدیم به وسط نیمه. سوهیل سلبا کاملا آماده اومده، پاسه بله یک هند دست، من نمیدونم اونجا کسی نبود خطای هند شد. کوشکی زری بازی شروع میکنه، ازت همه دارم میزنن، دو تا از بازی کنه سوم تیم سوهیل جلو موندن، من برای سوهیل ده بسند کم میتونه آرمان فیری جلو امیر موفق قطر رو که میتونه با توی دروازه، امیر موفق کاپیتان تیم نارنجی و دروازه رو باز میکنه خودش، شادی گلش که ببینیم که من هم معنیش بازی دو بر هیچ میشه نه به تیم نارنجی و تیم سوهیل سلبا دیگه چاره ای نداره جز این که جلو بکشه، باید دیگه یک تاکتیک اتخاذ بکنه که مهاجم هاشو بیشتر کنه یا از جناحین هافبک هاش اضافه باشن واسه گل زنی. دو بر هیچ، تیم سوهیل عقب افتاده از تیم امیر موفق، باید به خودش بیاد، باید آرامش در یک شب مهتابی بدون اینکه بارون میاد کار دو تیم یک مقدار راحت تره. اونجا دارن دریبل میکنن، آقای سوریا همون اول توپ رو لو میده، توپ رو میره سوریا به جلو تر در میارن توپ رو، شماره 3 من احساس میکنم که این شماره 3 میتونه بهتر از کل تیم بنفش بازی میکنه ولی خودش نتونسته خوب نشون بده. این رسونه به عقب تر، شماره 3 به سمت چپ میرسونه اونجا بازیکن های تیم بنفش، واسکاری که فعلا احساس میکنم که تیم بنفش بازیکناشو خوب پیدا نکرده، شما رسه تو لو میده اونجا، محمد رضا 17 تو تیر دوم فرار میکنه، محمد رضا میتونه گل بزنه تقریبا تک به تک اونجا، محمد رضا میزنه تیر دوم و سهیل سلبا سومین گل هم دریافت میکنه و زدنش رو محمد رضا انجام، محمد رضا. امیر موفق چی میگی اومدین تو دوربین، امیر چی میگی، آقای میلاد قبل ببین امیر چی میگه، بازی 3 بر هیچ میشه به نفع تیم امیر موفق. به آخرین دقایق نیمه دوم میرسیم، تیم سوهیل سلبا هر جوری شده باید تیمشو جمع کنه، بازی حذفیه، هر تیمی که به بازی مستقیم از این طور اومد حذف میشه. آها شماره 6 چرت بوری کلم همین دریبل رو باید بزنه، یک خطا گرفته میشه بازی تیم سوهیل سلبا، باید اضافه بشن تیم سوهیل سلبا، خیلی عقبن، باید بیان توی نیمه زمین حریف اونجا پاسکاری رو انجام بدن، باید خط آفساید رو بکشن بالا.
از عجایب این بازی آیه محمدرضا 17 و آرمان فریک بودن که واقعا گل کاشته میخواد مستقیم بزنه یا نه شماره 6 اگر اشتباه نکنم بازیکن سهیل سلما مستقیم زمینی تو چارچوب نیست بازم تو چارچوب نیست و بودرزی خودشو زحمت نمیده واسه شیر زدن واسه چی باید زحمت بدن آها تیم سوهی حالا داره یک مقدار جلوتر میگیشه سوریا همراه فرج اللهی سوریا همراه فرج اللهی ای بابا من نمیتونم رقابله رو کرم دیگه بگم جلو کشیدن آرمان فریک داره خوب بازی میکنه شماره 8 به وسط‌تر میاره امیر موفق همچنان تشنه گل زدن اون میخواد گل چهارم رو مثلا اینکه به تیم سوهیل بزنه سوهیل بعد کامبک بزنه کوشکی از همونجا داره همه رو دریبل میکنه توپ کوشکی رو میزنن یا نه نه توپ لو میره دست سوهیل سلما میرسه اما بده به سوهیل دیگه من دارم گودرش میدم چیزی تا پایان بازی نمونده چیزی تا پایان نیمه دوم نمونده یک ارسال پشت مدافع میبینیم چیکار میکنن اونجا یک ضد حمله خوب 3-2 هستی نه نه چرا اینو اشتباه کردی کوشکی تک دفاع میکنه مقابل سه نفر آهان اونجا دوباره خودشون بازپسگیری میکنن توپ از کوشکی کوشکی دوباره بازپسگیری میکنه از اون چی داره میچه خطا بود تیم بنفش کوشکی اعتراض داره به این تصمیم داور و به نشانه حسرت دستش روی سرش گذاشت وای تیم سوهیل سلبا واقعا استرس دارم تیم سوهیل باید زنده حمله بزنه باید از این موقعیت ها خوب استفاده بکنن داور موسوی سری توت رو به صدا در میاره باید ارسال بکنن یا اینکه مستقیم میخوام بزنن ارسال روی تیر دو فون فون چرا نزدی شماره 8 آقای باقستانی نزد ضربه رو وگرنه راحت گل بود از این فرصت ها باید استفاده بکنه سوهیل باید دیگه زده حمله بزنه همین تاکتیک رو باید جلو بگیره بره با سه گل زنی همچنان بازی 3-0 آقای آرمین جنتی یک ارسال میکنه پشت مدافعین ببینیم که اونجا کسی میرسه یا نه در میاره سوهیل وای نزدیک بود اون چهارم هم بخوره اونجا مورد ضعیف داره چیکار میکنه یه دریبل دو طرفه یاسین موفق میزنه چه دریبلی میره واسه ارسال یه دریبل قشنگ زده ارسال میکنه یا نه توی محوطه میاد همچنان ابو تاوری اونجا وایساده اما تئوری بنده خدا اونجا هست اون ضربه بی دقت به اوت دست تبدیل میشه پرتاب دست انجام میشه فکر کنم کلن اگر زیاد تایم داشته باشیم 2-3 دقیقه به پایان نیمه دوم مونده باید بره واسه گل زدن یک تیپ پاس زیبا امیر موفق جا میمونه اونجا شماره 7 برو دیگه و دروده در میارن گودرزی میاد جلو دروازه خالیه باید شوتو بزنن باید شوتو بزنن دیگه دروازه خالیه چرا شوتو نمیزنید دروازه خالیه وای آرمین جنتی توی دروازه است سوریا باید شوتو بزنه سوریا استفاده نکردن از این موقعیت تیم سویل سول با چجوری گل نشدید تو وای که دروازه خالی بود اصلا دروازه مان تو گل نبود باید همون اول کسی که توپو گرفته بود شوت میکرد یه ارسال میشه اونجا بی‌دقت اصلا بازیکنان نیستن توی محوطه یکی سومن موفق از کوشکی توپ دوباره میرسه به خود سوریا شماره یک تیم سویل سول با باز دوباره کوشکی میگیره هم دفاع میکنه هم شوت میکنه هم پاس گل میده همه کار داره میکنه کوشکی چیکار داره میکنه تو بازی کوشکی به سمت چپ میرسونه فکر کنم اگر زیاد تایم داشته باشیم کلا یک دقیقه نهایت 2 دقیقه مونده به پایان بازی آرمین جنتی باز دوباره از همون حرکت خودش داره استفاده میکنه میره جلو کسی نیست بهش پاس بده توپ رو عقب تن میاره یاسین به آرامی داره بازی رو دنبال میکنه خیالش راحته که 3 تا زدن و نیاز نیستش که دیگه برای گل 4 رو خودشون رو زحمت بندازن امیر موفق بازوبند کاپیتانی دستش نیست بازوبند کاپیتانی دست ابو تهودی بیرون امیر داره چیکار میکنه شماره 6 یک تکل قشنگ شو رئیس توپو در میاره کورنر برای تیم نارنجی امیر موفق شماره 3 آقای سلطانی به بازیکناشون میگه بیاین عقب اما اینجا من احساس میکنم که شما باید برین جلو امرضا 17 پاس رو میرسونه به آرمان فریگ آرمان فریگ میرسونه به امیر موفق اونجا توپ رو در میاره بازیکنای تیم بنفش یعنی شماره 10 دوباره توپ لو میره اونجا یا نه شماره 10 باید توپ همجور جلو ببره واکس داشت میرفت فرج اللهی چی شد خطا گرفته میشه بله خطا واسه تیم سویل سول با تقریبا آخرین موقعیت واسه این تیم باید ببینیم چه آخرین موقعیتی تیم سویل سول با براشون تبدیل به گل میشه یا این که نه دیگه باید کل تیم سویل جلو بکشه دیگه اصلا به نظر من نیاز به داشتن دفاع ندارن یکی باید پشت ضربه کاشته قرار بگیره بقیه باید برن جلو حتی شماره 10 نیاز نیست به ندارم که الان کنار شماره 3 وایسه باید برن جلو واسه گل زنی ارسال میکنن همونجا باید
شماره 7 فرجولای بره جلو و داور سود پایان بازی رو مسخره در میاره. تیم امیر موفق با نتیجه 3-0 به مرحله نیمه نهایی صعود میکنه و تیم سوئد سوبا متاسفانه 3-0 مغلوب تیم امیر موفق میشه. باید در همین اول کار تورنمنتو ترک کنه، ولی باید اینو در نظر داشته باشیم که هیچ ارزشی از این تیم کم نمیشه و قطعا در رقابت های فصل بعد کار خودش رو جمع. عجب بازی دیدیم، ولی متاسفانه سوئیل سولبا 3-0 مغلوب امیر موفق شد و متاسفانه توی همین مرحله اول از جام یوکاپ خداحافظی کرد. و یه صحبتی هم میکنم، مثل اینکه عمو تئوری واقعا حالش بده و اینجوری نبوده که الکی اونجا افتاده باشه و کلاً یعنی از استادیوم همون موقع رفتش بیرون. واسه آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم که به بازی‌های بعد تیم برسه. شایان جان نظرت راجع به نیمه دوم چی بود؟ چه نیمه ای بود؟ دروازه خالیو چرا گل نزدی آقا؟ تیم صهیب یکم نه بذار اینو نگم بهتره بفهم. ولی در کل تیم واقعا خود صهیب واقعا خوبه. صهیب زحمت کشید یه جا اومد بیرون، خیلی حال کردم با لگد اومد نذاش محمد. یکی از دفاعش شماره 4 یا 6 بود، دبل دفاع کرد، نمیدونم خیلی خوب دفاع کردش اونجا. دفاعشون هم خوب بود، یکم تو فینیشینگ ضعف داشتن. روی گل دومی که فکر کنم تیم سهیلم خورد، دفاعشون یه اشتباه کرد، ولی سهیلم میتونست قوی تر کار رو در بیاره، ولی باز اونقدر مقصر نبود. شایان جان نظرت راجع به محمد رضا و آرمان چی بود؟ محمد رضا گل زد. خیلی ایشون همونی بودن که اینجوری کردن دیگه. نه واقعا بازی گادپوریتوری بود. آره بازی قوی. یه موقعیت داشت تیم سوئدی، سانتر کردن که اون... آره یه ایسکایی هم که اوتو سخت بود کار سوئد بنده خدا. خب بریم... یاسینم راجع به یاسینم یه نکته بگم از لحاظ بازیکن ها صحبت کنم. چه دو طرفه ای زد یاسین. آره. واقعا جزو پلیرایی که تو تیم امیر موفق هستن. یه سری نکته بگم به صورت حرفه‌ای، یه سریاشون فوتبال بازی می‌کنن. شبیه رامین رضاییام. بله و اگر از حاشیه به دور باشم، من همیشه میگم آقای مهدی پس در آینده اینا رو از نباید حاشیه. از نظام من صحبت نکن، عاشق نشید. خب آقا بریم هم یه استاتس نیمه دوم داشته باشیم. اسلام جان بگو بریم. آقا همچنان شبیه نیمه اول پوزیشن، یعنی همچنان شوت تو چارچوب سوئد نداشت. تو آقا چرا میخندی؟ بله اوکی مشکلی نداره. آفساید نیمه دوم یه دونه داشتیم، کورنر یه دونه داشته امیر موفق، سهیل دو تا، فری کیک 5 تا در کل و 3 تا هم تیم امیر و موفق. و باز هم سانترهای امیر اضافه شد، همون چیزی که نیمه اول ما دیدیم. تعداد پاس‌های امیر موفق بیشتر بود نسبت به تیم سهیل. خب طبیعتاً بازی بیشتر دستشون بود. سیف هم که سیف. بله. سیف هم که. کراس هم که داشتن و در کل تیم سهیل 7 تا سیف داشته. ببین من چیزیو جدی بگم. سهیل زندگی منم سیف کنم. امیر موفق گولرشون من نمیخوام حالا چیز کنم، ولی یه سری جاها بد سوتی میده. بله. دیدی نیمه اول یه جا زیاد اومد جلو، اصلا داشت میرن وسط زمین، یه جایی هم که اینجا اصلا سویلینا ندادن. اینقدر محک نخورده این بازیکن. اگر که به نظر من امیر موفق نتونه، یعنی دروازه‌بان امیر موفق نتونه این رو کنترل کنه، تو ادامه بازیایی که دارن میتونه این نقطه ضعف اصلیشون باشه. درست. ولی سفتر بازی کرد. طبق قانونمون آقا، نکته‌ای که هست، تیم سهیل طبق قانون مسابقات یوکاپ الان به صورت مستقیم تیمش از رقابت‌ها حذف شد و نکته‌ای که هست اطلاعات هم دیدیم. من مثل اینکه بچه‌ها تو واحد پخش مثل اینکه میگن کنفرانس مشکلی نداره. قبلش راجع به یوکاپ می‌خواستم از شایان یه سوال بکنم، نظرت راجع به این تورنمنت کلاً چیه که دیگه صحبت‌های پایانی ما با شما داشته باشیم. به نظرم خیلی تورنمنت خفنیه، ولی خب حالا تا این بازی که من دیدم حس می‌کنم هر چی جلوتر بره جذاب‌تر و خفن‌تر هم میشه. امیدوارم مصونیت عمو تئوری بهتر بشه، حداقل واسه ادامه ماجرا خیلی خفن باشه. به نظرم تورنمنت خیلی جذابی. دم شما گرم، دم تیم سوئد گرم که شرکت کرد، همچنین امیر موفق. توی قسمت کنفرانس مطبوعاتی مثلا اینکه دو تا کاپیتان حاضر هستن، بریم صحبتاشون رو بشنویم، با ادامه کار برگردیم. به نظرت نقطه قوت تیمتون چی بود که تونستید ببرید و باید حریفاتون ازش بترسن؟ حریفمون نباید از ما بترسن، ما از حریفمون میترسی. نقطه قوتمون هم اینه که از حریفمون میترسیم و صفر میگیریم و اومدیم برای
بردن. به نظرت چرا باختین و چی کار باید میکردین که نکردین؟ چرا باختیم؟ بچه ما دقیقه 90 تیم رو جمع کردیم. من دوتا از هم تیمی ها میشناختم حقیقتا، بقیه رو اصلا نمیشناختم، یعنی واقعا نمیدونستم، اصلا هیچ آشنایتی نداشتم، فقط به خاطر اینکه توی این شو و این خیلی برنامه خفنی که مهدی ران کرده باشیم، امیدوارم که لذت برده باشید. من سعی کردم اون دوتا سیوا رو گرفتن، دوتا سیوا افتاد تو دوربین، من سعی کردم سیوا رو خوبی داشته باشم، ولی امیدوارم که اینجا باختید بازی زندگی رو نوازید. فکر میکنید تو نیمه نهایی با چه تیمی بازی میکنید؟ نیمه نهایی میشه برنده این تیم؟ تیم حسام خوبه؟ تیم اونورم چند تا رو دیدم که از بچه فوتبالیست بودن، نسبتا فکر کنم من دوست دارم. ممنونم ازت، خیلی گلی. اونورم تیمشون خوبه، کلن فرق نداره، ما همه رو در واقع خوب میبینیم تو اینجا، و نکته مهمتر اینه که زحمت این برنامه انقدر زیاده، من باید از بچه های پشت صحنه تشکر بکنم، از مهدی تشکر بکنم، از بچه هایی که پشت صحنه دارن کمک میکنن. ببین الان اصلا سهیل خودش تیم داره دیگه، ولی بچه ها رو کمک میکنه، راه میندازن، و در کل این همدلی خیلی قشنگه که یه همچین کار بی‌نظیری تکرار اومده برای اولین بار، و تو رو گفتم دیگه، یه نفر اونجا داره نشوره میکنه که آها منو بگو، حالا نمیگم اسمشو، نمیارم که کیه، ولی اسمشو یه بار گفتم. دم بعد همه بچه ها گم، مهدی پس، حسام، سهیل سلوا، بچه های پشت صحنه، بچه های صدا، اینجا یه سری تجهیزاتی اومده که اصلا توی ایران نبوده تا الان، و خیلی کار جذابیه و فکر میکنم که جرقه کارهای بزرگتری باشه. به نظرت مقصر اصلی شکست چه بازیکنی بود؟ مقصر اصلی شکست من بودم، به عنوان کاپیتان مقصر رو گردن میگیرم. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی وسط کامنت گذاشتن و بهت انرژی دادن؟ هوادار رفیقامونن، اصلا هوادار نداری، کلن کامیونیتی که داریم همه مثل رفیقامو میمونن، و تفاوت ما اینه که ما میایم جلوی دوربین ویدیو درست میکنیم و سعی میکنیم یه تایم جذابی براشون داشته باشیم، وگرنه هوادار رو اسم اینطوری به نظرم خیلی باحال نیست. اینو بدون تعارف میگم، و نه اینکه الان بگی جلوی دوربین اومده داره زبون میریزه، نه واقعا اینطوری نیست. هر کدوم از بچه‌ها رو میبینیم کلی خوشوبش میکنیم، عکس میگیریم با هم دیگه و کلی عشق میکنیم. به نظر مقصر اصلی باخت داور بود یا کلا چه نظری راجع به داور داشتی؟ آقای داور، کو آقای داور؟ من ارادت خاصی دارم بهش، سوت‌های دقیق، سوت‌های بسیار زیبا، چند جا به نفع ما سوت سمونت روسی ببره باش، خدای خطرناک شد. دمت گرم داور، مرسی ازت، ممنونم. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسط کامنت گذاشتن و بهت انرژی دادن؟ هوادارای من، اینا مال شماست، اون سیوا رو تقدیم میکنم به شما، امیدوارم که یه روز بشه با هم دیگه بازی بکنیم. اینا مال کیگنگ تو کامنت قهرمان الهی. ما اینم میگم، ما با تیم قهرمان بازی کردیم، ان شاءالله سریای بعد میایم باز میبازیم. میره دمتون گرم، خسته نباشید، دمتون گرم. فعلا تنها شدیم و ما میمونیم اون نقشه راه. قربونت برم عزیزم. اون طرف امیر موفق و سهیل بازی کردن، سهیل حذف شد، امیر موفق اومد توی نیمه نهایی. درسته. به بازی سمسنو و تاینی میخوره، اینور مهدی پسفر بود، بنیامین و ایشون فلیم حسین، اینه که حالا جریان عکسشو بهتون میگیم که چرا عکس خود فلیم نیست. اما بازی بعدی، یعنی ویدیوی بعدی، معلوم نیستش که کدوم بازیه. پیش بینی کنن بچه‌ها، باید پیش بینی بکنیم. به نظر من اسام جان میتونه بازی فرهاد و مهدی باشه. بازی منم حس میکنم میتونه بازی، شاید بازی من باشه با تو. باید بچه‌ها پیش بینی بکنن به نظرشون، ببینیم که اون بازی که چهارشنبه میادش به نظرتون کدوم بازیه. درسته آقا، پس منتظر ویدیو چهارشنبه باشید. یه نکته دیگه بهتون بگم، حتما این استاگرام یوکاپ رو فالو داشته باشید، اونجا اخبار، اطلاعات و چیزایی که نیازه میذاریم، و امکان داره یه سری مسابقات و جوایزم توی این استاگراممون داشته باشیم. بله، تا خدا هست مشکلی نیست، چشم به هم بزنید. اسمتون